بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید یک کلیپی از شبکه سحر آذری پخش شد که خیلی به رسانه های باکویی فشار آورده میخوایم بریم الان عصبانیت یکی از مجریانش رو ببینیم اما بنا به هر دلیلی احتمالش وجود داره که یوتیوب این برنامه ما رو حذف بکنه احتمال داره برن کپی بزنن عصبی بشن فشاری بشن و این حذف بشه اگر تحت هر شرایطی این برنامه حذف شد حتما عضو به کانال تلگرام بشید که لینکش رو زیر همین ویدیو قرار دادم میتونید راحت روش کلیک بکنید وارد بشید برنامه های جدید و بروز ما و اخبار و کلیپ های دست اول که به دلیل قانون کپی یوتیوب اینجا نمیتونیم منتشر کنیم اونجا به سمع و نظرتون برسونیم بریم اول کلیپ عصبانیت رو ببینیم اگر قانون کپیرایت یوتیوب اجازه داد اون کلیپ 3 4 شبکه آذری سحر رو هم انتهای این برنامه قرار میدم که استفاده بکنید بریم ببینیم این موجی برای چی عصبانیه بیز نه سیزی ایران ها سیوگیمزدن کوره اومم شو شکرالله ها بیزی بطنیمزی سیبریک. داره خطاب به اون دسته از شهروندان ایرانیول اصلی که در باکو، تالش و سایر نقاط آزربایجان هستن اشاره میکنه میگه که چرا ایران رو دوست دارید بعد میگه خدا رو شو که ما مثل شما از عشق ایران کور نشدیم ما میهن خودمون رو دوست داریم و شهروند این کشوریم یعنی داره آذربایجان رو یک کشور مجزا حساب میکنه و این حرفا رو نسبت به ایرانی اصل های مقیم جمهوری آذربایجان میزنه میگه چرا ایران رو دوست دارید بریم ادامه هم بشنویم بیز و یک şeyi ötən gün Bunu xüsusilə aşiqlərinə demək istəyirəm. Hansı ki bir deyil, beş deyil. اینجا داره اشاره میکنه به همون کلیپی که گفتم شبکه آذری سر پخش کرده میگه این رو برای شما دلدادگان ایران به ویژه شما پخش میکنم میدونم که یکی نیستید پنجتا نیستید هزاران نفرید یعنی داره اینجا اعتراف میکنه که جمعیت زیادی از شهروندان اونها که الان در جمهوری آذربایجان هستن عاشق ایرانند. میخواد اون کلیپ رو براشون پخش بکنه که تو اون کلیپ ایران به آذربایجان و اربابانش هشدار میده که اگر دست از پا خطا کنید با خاک یکسانتون میکنیم که اون کلیپ کلیپ فوق واقعاً واقعا اگر اینجا هم تو تلگرام حتما پخشش میکنم که ببینید یه تیکه از اون کلیپ رو پخش میکنه بعد میخواد به اونها بگی که ببین شما ایران رو دوست دارید ایران دشمن ماست ایرانا بیر آذربایجانی سوز دیانده از که onu tapıp الی یرینده میگه شما حاضرید برید یه آذربایجانی که به ایران توهین میکنه پیدا کنید و خفش کنید یعنی انقدر تعصب نسبت به ایران دارید اونقدری که ایران رو دوست دارید و قبولش دارید و عاشقش هستید عاشق آذربایجان نیستید این دی سیزلرا ایران ارمنستان ینی دوغلان اوشاقلارن قولاغنا پچلدیر دیره. میگه میخوام بهتون بگم همونطوری که ارمنستان به گوش بچه‌هاش که تازه به دنیا میان تلقی میکنه که آذربایجان و ترکا دشمن توان İraniya da dəqiqən həmin karyı mürəkkəbən. Türk sənin düşmənindir, Azərbaycanlı sənin düşmənindir. Quruqda böyüdür uşaqları. Heç narahat olmayın, İran da onlardan geri qalmır. Çünki məktəb yaşlı uşaqları yığırlar. Özləri üçün dırnaq arasında bir klip çəkirlər. میگه نگران نباشید ایران هم مثل ارمنستان داره این کار رو میکنه گروی از بچه ها رو گرده هم آورده با یه دوربین ازشون فیلم گرفته منظورش همین کلیپیه که شبکه آذری سرپخش کرده و اونجا داره نسبت به شما به کشور شما هشدار میده کلیپین sözleri bundan ibarətdir bunu video şəklində ötən gün təqdim yolundan çox یه محتوای این کلیپ که دیروزم براتون پخش کردم اینه راحت را گم نکن قبرت را با دست خودت نکن یعنی داره میگه جوونا و نوجوانای ایرانی که این کلیپ رو ساختن تو این کلیپ دارن هشدار میدن به جمهوری آذربایجان که منحرف نشو راهت رو گم نکن کجروی نکن نسبت به ایران حیاهو را ننداز چرت و پرت نگو وگرنه قبر خودت رو با دست خودت داری میکنی این کارو نکن ضرر میکنی ادیر اعلان ایران بونو بیلسن آذربایجان ایران هشدار میده که آذربایجان این رو بدون اینجا فکر می کنم قانون کپی رایت یوتیوب گیر بده به ما به خاطر این موزیک وزیر صدایی که داره میگه راحت رو گم نکن قبلت رو با دست خودت نکن ایران هشدار میده که این رو آذربایجان بدونه اینجا ایران گنجینه همت و قدرته سویدینیز ایران دیر که یولوندان چوخازما الینله قبرنی قازما بفرمایید تحویل بگیرید این هم همون ایرانی که دوستش دارید میگه راتو گم نکن ابر تو با دست خودت نکنرانجانرانرانگه دیللا می خواهید شما چطور عاشق ایرانی که رسانه های ایران رو نمی یعنی اینها داره تو رسسان ایرانی پخش میشه شما ازش قفلید داره کشور ما رو تهدید میکنه بیاگردید پاتو چپ بذاری پاتو قلم میکنیم شما چرا ایران رو دوست دارید ایران که داره کشور شما رو تهدید میکنه ببین انقدر عصبانی شدن تو شبکه هاشون نشستن مثلا شعره بچه های نوجوون و نونهال و حالا مثلا نهایتا جوون های ما رو تحلیل میکنن اینجوری هم عصبی میشن بعد هر کس هم این فیلم رو بیاد تو یوتیوب بذاره نقد کنه تحلیل بکنه فوری میرن کپیرایت و قانون مثلا مزخرف یوتیوب که آقا اینو جمع کنید و برش دارید و مثلا از محتوای ما استفاده کرد و از این حرف ما با اینا طرفیم اینکه که میگیم جنگ جنگ رسانه یه دقیقا همین اون طرف الهام علیه فون نمیدونم کیو کیو کی میام میگن آقا نه نمیخوایم کاری بکنیم ما اصلاً کاری با شما نداریم اما هر روز بر علیه ایران مردم ایران جمهوری اسلامی لجن پراکنی میکنن بعد رسانه ما نشستن که آما باید بمب اتم داشت بابا این خودش بمب اتمه وقتی تو در قبال این فعالیت رسانه فشل عمل میکنی همین فعالیت رسانه خودش بمب اتمه تو در حوزه رسانه چیکار کردی که مقابله کنی با اینها اینقدری ای که اون مردمی که اونجا هستن عاشق جمهوری اسلامیان عاشق ایران این خودش یه معجزه است یعنی علا رقم سی سال فشل عمل کردن اینها هنوز ایران رو دوست دارن این خیلی نکته مهمیه در حالی که در قبال کمکاری تو دشمن تا تونسته کار کرده تو هم کاری نکردی اما با این حال یه عده اونجا هستن که عاشق و دلشیفته ایرانن ایرانن سیز نجه ایران عاشق که که هر سهر زهر ساختار ها یه شما چجوری عاشق ایرانید که شبکه سهر رو نگاه نمیکنید. در حالی که شبکه سهر هر روز بر علیه جمهوری آذربایجان زهر پاشی میکنه سهر زهر این سهر و زهر یادتون باشه زهر یعنی همون زهر پاشی آیلار اونجا آذربایجانن اجازه آلمادن آزربایجان سرحدینین یخنلوگنده تعلیم کشتیلر داره اشاره میکنه به رزمایش چند ماه پیش ایران که تو مرز آذربایجان از عرس هم ادعا کردن رد شد و فلان داره به اون اشاره میکنه میگه اینم ندیدید یعنی انقدر فشاری شدن که این رزمایش هم خیلی رو بوده داره به اونم اشاره میکنه و عصبانیت خودشون نمیتونه پنهان کنه bunu da görməmsiz sevdiyiniz ki İran ordusudur ki görmürsüz میگه این همون ارتش نیرومند ایران بود که خیلی دوست دارید چرا نمیبینید چرا تا این اندازه کور شدید این نفرت پراکنی یعنی همینا یه عده ای ایران رو دوست دارن وطن اصلیشون رو دوست دارن حالا یه نفر پیدا شده رزمایش رو هم پیش میکشه عرق مثلا ملی اونها رو تحریک بکنه احساساتشون رو تحریک بکنه که بابا ببین ایران دشمن ماستا اینا که تو رسانه دارن اینجوری علنی علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنن ببین در پشت پردش کار میکنن که میگیم کتاب های درسی رو دارن تحریف میکنن تاریخ رو دارن تعریف میکنن بهایت و سهیونیست اونجا داره کار میکنه اینا رو یده ید به شوخی میگیرن میگن آقا شما توهم زدید توهم توطعه زدید آقا باید بیاد چه در تا بفهمی و نیه آزربایجانان اجازه آلمولار که بو اجازه کم بیرد که اولار اجازه سید گلیب سرحد یخنلغنده تعلیم کچیلر پر و, و وقاحت رو ببین میگه چرا بی اجازه اومدن لب مرز رزمایش برگزار کردن کی به اونها این اجازه رو داده چطور شما میتونید رزمایش برگزار کنید نیاز به اجازه هم نداره بعد ما تو مرز خودمون بخوایم رزمایش داشته باشیم باید بیم اجازه بگیریم ببین وقتی منفعل بشی دشمن اینجوری بهت حمله میکنه ها بعد میشن آخر سر از عالم هفته sonra خصوصی تعیناتلرن تعلملرنه آغزلرن ایرا ایرا آیر باختلر <applause> متواهم خوبی هم هست میگه چند هفته بعد از اون با دهان باز به رزمایش نیروهای ویژه ما نگاه میکردن چیکار کردید اونجا؟ فقط مردم تبریز و ارومی نفری یه سطل آب بریزن شما رو سل میبره فقط این دوتا استان رو میگم آذربایجان شرقی و غربی اردبیل و زنجان و همدان رو نمیدونم اینا اصلا به کنار همین دوتا استان اینجوری توهم میزنن های جدید ما رو ندیدید شما کورید داری به مردم آذربایجان میگی رسانه های ایران رسد نمی کنی خودت رسد نمی کنی ندیدی این موشک جدیدی که رونمایی شد ترس به دل اربابانتون انداخته حالا تو اومدی رجز میخونی اینجا بله که ما تو مرز براتون رجز میخونیم اما شما نمیتونید بخونید شما در حد و اندازه رجز خونی نیستید هانس که قانونسوز olarak چای üzerinden de orada aras çayı səf eləmirəmsə بعد جور فشاری شده این یه قرص اعصابی چیزی بهش بده اعصابش کنترل کنه یه به نظرم از رود عرس رد شدن و از این حرفا اولا که ما تو مرزهای سرزمینی خودمون بودیم آذربایجان که جزئی از ما حالا بنا به قواعد بین الملل فعلا پذیرفتیم که حالا شما اونجا یه کشورید برای خودتون در صورتی که خودتون هم میدونید جزئی از خاک ایران بودید و ان شاء الله به زودی هم برمیگردید آذربایجان راستین کشمه حاضرلاشور ایران میگه این همون ایرانیه که عاشقشید آماده ورود به خاک آذربایجان ما البته تجاوز نمی‌کنیم به کشوری اما اگر کشوری بخواد مرزها رو جابجا جا کنه شیطنت بکنه چنان میزنیم پس سرش که از جاش بلند نشه و این اتفاق رو شما میخواستید رقم بزنید اما دیدید که در سال مرگ محسا امینی اختشاشات خبر خاصی نیست برای همین آماده شده بودید که حالا سیونیکو بگیریم و حمله کنیم و فلان کنیم و پشت پرده گاوبندی کرده بود که کارای انجام بدید اونم الحمدلله داره خونسا میشه و خونسا خواهد شد شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید و این رو بدونید که جمهوری اسلامی محکم سر موازه خودش و خود قرمزش ایستاده و عقب نمیکنه کوتاه هم نمیاد میگه اگه ایرانو خیلی دوست دارید اونجا گل بول بل بله پاشید برید اونجا زندگی کنید دیگه کی جلوتون رو گرفته میان نه ترس ناراحت نباش به زودی میان وطنای ما که یه مدتی رو به هر حال اونجا ساکم بودن برمیگردن به کشور خودشون البته اون خاک رو زمینه کشور خود میکنیم اما به وقتش با حوصله با سه ست با صبر استراتژیکی که داریم اصلا اجل نکن میگه چطور تو کشوری که دوست ندارید زندگی میکنید داره اشاره میکنه به شهروندان ایرانی ولی اصلی الان مثلا تو باکو و تالش و نخجوان و جایی دیگه دارن زندگی میکنن میگه چطور اینجا رو دوست ندارید اما دارید اینجا زندگی میکنید پاشید برید دیگه من برده یاشیرم اما ایرانو ایران ایرانو چون زره معلوم خیلی فشاری شده میگه من اینجا زندگی میکنم اما ایرانو دوست دارم این چه استدلالیه که شما دارید ذره خیرتون به آذربایجان نمیرسه پس چرا اینجا زندگی میکنید شما میخواهید فریب بدید اینا خودشونو فریب نمیدن شما دارید خودتون رو فریب میدید که فکر میکنید آذربایجان یک کشور مستقله ان به زودی به خاک وطن برمیگرده ملحق میشه به ایران بزرگ و شما هم این آرزوهایی که در سر میپرورونید اینها رو به گور میبرید که بتونید لطمه به جمهوری اسلامی ایران بزنید و از قبل اون تو سه سه ها قش بکنید این آرزو رو هم به گور میبرید خیلی ممنون که تا این تا این برنامه همراه ما بودید که ویدیو کمک میکنید یوتیوب اون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذارید تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون